خیلی خوش آمدید. ابتدا بپردازیم به این ادعاهایی که مقامهای جمهوری اسلامی میکنن در رابطه با اینکه میتونن تورم رو مهار کنن، بیارن پایین حتی تا 20-30%. چقدر میشه راستی آزمایی کرد این صحبت ها رو و گفت که خب چنین چیزی عملیه در اقتصاد ایران؟ درود بر شما. میگن از کرامات شیخ ما چه عجب، پنجه باز کرد و گفت وجب. بله، اینکه فرمودن رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشف و دستاورد جدیدی نیست. ما سالهاست که در پرتیراژترین روزنامه ها و نشریات کشور بارها اینها رو گفته، هشدار داده ایم، عاقبتش رو خاطر نشان کرده ایم. تمام این مدت رویه سیاست گذاری پولی و بانکی کشور این بوده که حرف شنوترین متوسط الحال ترین اقتصاددانان کشور رو به ریاست کلی بانک مرکزی انتخاب کردند. ریخت و پاش دولت ادامه یافته، حاتم بخشی مجلس ادامه یافته، سوء استفاده و قمار نهادهای حکومتی که هر کدوم یه مجوز بانک و مؤسسه اعتباری دارن از جیب مردم ادامه یافته. وقتی اوضاع بدتر شده، تورم رشد کرده و همه کاسه‌کوزه ها سر رئیس کل بانک مرکزی یا رئیس سازمان برنامه شکسته، حضرات اون موقع کشف کردند که اختیارات بانک مرکزی باید بیشتر باشه و قادر خواهند بود که مسئله رو کنترل کنند. در حافظه من این دست کم دهمین باریه که یک رئیس کل بانک مرکزی کشف میکنه که اختیارات بانک مرکزی باید بیشتر باشه. من اینجوری جمع‌بندی میکنم که مسئله بنیادی تر از این حرف هاست، مسئله بنیادی تر از افزایش اختیارات بانک مرکزی. در شرایط فعلی استقلال بانک مرکزی به این معناست که دولت قادر به انجام تعهداتش نخواهد بود و سقوط خواهد کرد. مجلس قادر به توزیع رانت و برآوردن مطالباتش نخواهد بود. لذا این حرف عملا غیر ممکنه و چیزی بیش از بازی با کلمات نیست به باور من. آقای ماشینچیان، یک تناقض هایی هم مشاهده میشه در آمار و ارقامی که از نهادهای مختلف مربوطه میاد، مثل بانک مرکزی یا مرکز آمار، در اینکه آمار تورم نقطه به نقطه چگونه بوده، یا اینکه اصلا آمار تورم سالانه رو هنوز مرکز آمار میگه که نمیخواد اعلام بکنه. فکر میکنید که این تناقض ها به چه دلیل هست؟ چون که تناقضی نباید در ارائه نرخ تورم وجود داشته باشه. کاملا درست میفرمایید، این مسئله جدیدی نیست. ما همیشه با این مسئله مواجه بوده ایم. علتش رو من فکر میکنم قبلا در همین برنامه عرض کردم که اعداد و ارقام در دستگاه های حکومتی شکنجه میشن تا به نتایج دلخواه سیاستگزار اعتراف کنند. و خب این نتایج دلخواه گاهی اوقات بسته به اینی که رئیس کیه متفاوت از آب در میاد. نکته دیگر این است که انواع و اقسام ژیمناستیک حسابداری اعمال میشه روی اعداد و ارقام موجود تا بتونن دوباره به همون نتایج دلخواه خودشون برسن. حتی ببینید بعضی از گرانی ها، شما عنایت دارید که قیمت ها دست دولت و دولت به در یه مواقعی اجازه میده که فرض بفرمایید قیمت گوشت افزایش پیدا کنه، در یه مواقعی اجازه میده که اجاره خانه افزایش پیدا کنه. حتی اینها برنامه ریزی شده است برای اینکه متناسب زمانی که قرار است بانک مرکزی یا مرکز آمار، الان دیگه این بعد از این دعواها در نهایت بانک مرکزی الان چند وقتی که آمارش به روز نیست، به هر حال این برای این است که وقتی میخوان آمار منتشر کنند قیمت ها همزمان افزایش پیدا نکرده باشه و فرض بفرمایید الان قیمت اجاره خونه رو گذاشتن که سال آینده افزایش بدن و کارهایی از این قبیل. لذا من اینجوری این رو نتیجه گیری میکنم که آمار و ارقامی که ملاحظه میکنید واقعی نیستند، نه فقط خوشبینانند، نه فقط ژیمناستیک حسابداری انواع و اقسام تکنیکا روش اعمال شده، بلکه اون اعداد در تاریخخانه های دستگاه های حکومتی بارها و بارها شکنجه شدند تا به نتایج دلخواه سیاستگزار اعتراف کنند. بله، خیلی متشکرم از شما. محمد ماشینچیان، پژوهشگر ارشد دانشگاه پیتسبورگ.